از عنایت الله حفیظ، فعال سیاسی اجتماعی از آنکارا، پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای حفیظ سلام و عرض ادب. آقای حفیظ، به نظر شما دلیل تداوم این اقدام ها از سوی طالبان چیه و شیعیان چگونه می توانند در مقابل این گونه ظلم و ستم ها به حقوق خود برسند؟ بفرمایید. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و تمامی همکارا و ممنونم. های شما متاسفانه که غصب سرزمین ها و کوج اجباری از روزی که نام جعلی افغانستان بالای او سرزمین گذاشته شده، این از 270 سال پیش که یک کشور به نام افغانستان یا یک سرزمینی تازه شکل میگیره به نام یک جغرافیای خاص دیگه تحت عنوان در تصفیه های داخلی وجود داشته بین پشتون ها و غیر پشتون ها که 180 قبل از او هزاره ها و شیعه ها در سرزمین افغانستان به نام افغانستان در اکثریتی نفوذ قرار داشته و همچنان سرزمین های وسیع را در اختیار داشته. متاسفانه که در دوران احمدشاهی عبدالی و احمدشاهی دورانی غصب سرزمین ها از جنوب افغانستان شروع میشه که هزاره ها را کوج اجباری میده و ای در دوران عبدالرحمن به شکل وسیع و گسترده بیشتر میشه و 62% هزاره ها یا مجبور به ترک سرزمینشان میشه یا کشته میشه و یا هم در بازارهای پشاور فروخته میشه و 50% سرزمین هزاره ها در دوران عبدالرحمن اینا چی میشه؟ گرفته میشه توسط برادرهای پشتون و بعد از در دوران امان الله خان ای قانونی میشه که به نام کوچی به نام ناقلین پشتون ها به شمال افغانستان و بعضی جاهای دیگه افغانستان اینا انتقال داده میشه مطابق قانون و به اساس دستور حکومت. بعد از او کم کم در دوران ظاهرشاه و حتی در 20 سال جمهوریت هم به نحوی ای سیاستی غصب سرزمین های غیر پشتون و مخصوصا هزاره ها و شیعه ها جریان داشت که در دوران کرزی دو بار برای کوچی ها تحت نام کوچی ها سرزمین های حاصل خیز شمال افغانستان به حکم رئیس جمهور وقت آقای کرزی بود توزیع شدن که کوچی ها دیگه غایله و مشکل در مناطق مرکزی و هزارستان خلق نکنه بره به شمال افغانستان جای به جای شد. حالا اینمی سلسله اینمی غصب سرزمین ها و غصب جایداد های هزاره ها و شیعه ها و در کل غیر پشتون ها که تاجیک ها و ازبک ها هم شامل میشه و سایر اقوام ای جریان داره و امو پالیسی تسخیر کل امو سرزمین توسط برادرهای پشتون افغانستان هست. هیچ حکومتی چی امروز طالب است که ایر ما حکومت نمیدانیم یک گروه تروریستی وحشی فاشست تک قومی تک مذهبی تک گروهی و تک جنسیتی آمده. خب امروز دو روز پنج روز یا یک سال دو سال دیگه شاید از بین بره، اما این تاریخ و غصب سرزمین در افغانستان از روزی که کشور به نام افغانستان ایجاد شده شروع شده تا ای که یک قوم بیای مرد دیگه اقوام را سرکوب بکنه، سرزمینشان را بگیره و آهسته آهسته او سرزمین به نام یک قومی که او نام از او قوم بالای کل مردم افغان مردم او سرزمین گذاشته شده که افغان است. افغان نام یک قوم است، میخواهند هم سرزمینشان را بگیره، هم هویتشان را بگیره، هم زبانشان را بگیره، هم تاریخشان را بگیره. این جریان داره متاسفانه بله. که کار امروز نیست، شاید بعد از این جریان داشته باشه و سوال شما ای بود که چطور جلوگیری شود؟ ای با کار مدنی با کار صلح‌آمیز نمیشه متاسفانه در افغانستان. 270 سال از جریان داره. یک راه داره که عمل بالمثل صورت بگیره که متاسفانه حالا او وحدت نظر هم صورت وجود نداره.
بله، تشکر میکنم از شما. تشکر از عنایت الله حفیظ، فعال سیاسی اجتماعی از آنکارا که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.